قبل از عملیات فرمانده رو کشید کنار تا حرفی که تو دلش بود و بهش بزنه. حسن به فرمانده گفت اگه شهید شدم یه مقدار از خونم رو بمالیم به سرم، چون حس میکنم با این قیافه خود نمایی کردم و باید کفاره بدم. حسن فاتحی معروف به حسن سرطلا، یه پسر جسور، پر انرژی و البته خوشتیپ. توجهش به تیپ و قیافه تا این حد بود که با خودش ژل مو میبرد به جبهه و همیشه حواسش بود که لباسش خط و اتو داشته باشه. موقعی که برادر بزرگترش رفت سربازی، حسن تو کارخونه هلیکوپترسازی شاهین شهر کار میکرد و برای برادرش پول میفرستاد. به خاطر همین روحیه بود که وقتی باهاش دمخور میشدی حس میکردی بزرگتر و پخته‌تر از سنی که هست به نظر میاد. حسن علاقه زیادی به شنا و استخ داشت. گاهی اوقات اونقدر وقتشو برای آبتنی میذاشت که پدر از دستش ناراحت میشد. اما پیوند حسن و آب قرار بود عمیق‌تر از این حرفا باشه. با توجه به استعدادش با لشکر 14 امام حسین اصفهان به جبهه رفت و شد بیسیمچی گردان غواصان حضرت یونس. عملیات کربلای 4 که شروع شد، گردان به آب زد تا به تنگه پرماجرای عمر رساس در اروند رود رسید. گلوله از زمین و آسمون میبارید. مدتی از شروع عملیات گذشت تا اینکه فرمانده حس کرد بیسیمچی واسش مشکلی پیش اومده. برگشت تا نگاهی به پشت سر بندازه. اصابت تیر به حسن باعث شده بود تا روی آب شناور باقی بمونه. بی خبری از حسن قبلن هم برای خانواده سابقه داشت. بچه تر که بود یه بار تو جمعیت گم شد. بعد چند ساعت یه نفر از پشت بلندگو گفت یه بچه با موهای طلایی پیدا شده، خانواده‌اش بیان و تحویلش بگیرن. انگار که همه چیز دوباره داشت تکرار می شد. وقتی 12 سال بعد از مفقودی در کربلای 4 پیکرش برگشت، چیزی جز لباس غواصی، پلاک و تعدادی استخون باقی نمونده بود. اما یه چیز دیگه هم وجود داشت که خانواده را از تشخیص هویت پیکر مطمئن می کرد. چند تار موی طلایی مثل همیشه حسن و لو داده بود.